سلام به کلاس درس خوش اومدین خب جلسه قبل ما با هم دیدیم که اگر من یک سیم حامل جریانی داشته باشم در حقیقت بذارید من اولین صفحه رو بکشم من یک سیم حامل جریانی داشته باشم به این شکل که میاد این صفحه عمود بر سیم هست در این صورت این سیم حامل جریان در شعاع آر اطراف خودش یک میدان مغناطیسی در این راستا ایجاد میکنه در راستای مماس بر دایره در هر نقطه و اندازه این میدان مغناطیسی از رابطه میو تقسیم بر دو پی ضرب در جریان تقسیم بر فاصله به دست میاد یعنی هرچی جریان بیشتر میشد میدان بیشتر میشد هرچی فاصله بیشتر میشد میدان کمتر میشد حالا من یه سوال ازتون میپرسم فرض بکنید که من یک همچین مربعی دارم خب که این مربع جریانی در این راستا و این راستا و این راستا و این راستا توش وجود داره خب به یه نحوی تونستم یک آی اینجوری در طول این مربع پدید بیارم من میخوام میدان رو مرکز این مربع جهتش رو حساب بکنم چیکار میتونم بکنم خب ما یک قانونی داریم که تقریبا در همه فیزیک من الان نیروی در فیزیک یادم نمیاد که شامل این قانون نباشه که نیروی X مثلا الکتریکی یا مغناطیسی ایکسی یعنی نوعی از نیروی خاص در یک نقطه با استفاده از جمع برداری نیروها در اون نقطه به دست نیاد یعنی همیشه ما اینو داریم که جمع برداری نیروها در آن نقطه مجموع نیرو رو به ما میده مثلا اگه دو تا بار الکتریکی داشتیم و نیروی ناشی از این دو بار رو در یک نقطه از فضا میخواستیم این Q1 و Q2 نیروی این Q1 و Q2 رو حساب میکردیم در این نقطه و با هم جمع برداری زدیم اینجا هم به همین ترتیب یعنی من الان چهار قطعه سیم دارم درسته و ناشی از این قطعه سیم من در این نقطه از فضا میدان در چه جهتی هست؟ خب قانون دست راست شست رو میگیرم به طرف بالا در این صورت اگر من به جهت دایره ای که اینجا حرکت میکنه نگاه بکنم میبینم که نیرویی که در این نقطه ناشی از این سیم ایجاد میشه میدان مغناطیسی که ایجاد میشه در حقیقت این شکلی هست یعنی از صفحه کامپیوتر یا تلویزیون داره میاد به طرف صورت شما درسته چون عمود هست دیگه میدان و در این نقطه مثلا این شکلی هست یعنی داره میره داخل و یک مسیر دایروی رو دقیقا این شکلی طی میکنه شما میتونید اینو سه برای خودتون تصور بکنید از این سیم بالایی هم دقیقا داره همین اتفاق میفته یعنی یک اگر شما تصور بکنید دایره رو داره اینجا خارج میشه میاد میاد بالا میره دور میزنه و برمیگرده به اینجا وارد میشه میاد و دوباره اینجا برمیگرده هر چهار تای این سیم رو شما این سیم ها رو با قانون دست راست اگر حساب بکنید می‌بینید این مرکز نیرویی که میدان مغناطیسی که ایجاد میکنن در این جهت یعنی از داخل صفحه به سمت چشم شما و بنابراین جهت میدان در این وسط در همین راستا خواهد بود خب یعنی به سمت چشم شما چون جمع برداری چهار تا بردار هم جهت در همون جهت خواهد بود اندازش رو من الان کاری ندارم مسئله سختی است اندازش رو حساب کردن حالا من اگر بیام این مربع رو تبدیل بکنم به یک مثلا هشت زلی و همین کار رو تکرار بکنم باز هم خواهید دید که همه این ازلا میدانی که این وسط ایجاد میکنن دقیقا در همین جهت است. مثلا این زل رو شما الان تست بکنید دقیقا میدانی در این جهت ایجاد میکنه که اینجوری میچرخه یعنی اینجا میره داخل اینجا میاد بیرون و در این راسته ها عمود بر صفحه که این سیم رو داره روی این دایره میدان وجود خواهد داشت به همین ترتیب من اگر بیام این ازلا رو هی زیاد و زیاد و زیادتر بکنم و برسم به یک دایره در این صورت این دایره ای که داره ازش جریان عبور میکنه که من اسمش رو میذارم پیچه یعنی پیچه حامل جریان در مرکز خودش دقیقا میدان مغناطیسی در این راستا تولید خواهد کرد خب چون قطعات کوچولو کوچولویی که این سیم دارن در حقیقت من میتونم این سیم رو تقسیم بکنم به بی نهایت قطعه خیلی خیلی کوچیک اینجاها که هر کدوم دارن یک میدانی در این راستا ایجاد میکنن و با هم جمع میشه خب این رو من با توجه به این قانونی که این بالا کشف کردم میتونم بیام و حساب بکنم که میدانی که این مرکز هست دقیقا چقدر میشه خب اما من الان نمیخوام این حساب بکنم چون نیاز به انتگرال, گیر... انتگرال گیری داره و الان هدف من در این ویدیو این نیست که در اون سطح برای شما محاسب انجام بدم اما میتونید آزمایش بکنید و ببینید که میدانی که اون وسط ایجاد میشه برابر هست با میو صفر دوم ضرب در آی تقسیم بر آر خب یعنی فقط پی برابر این نیروی بالایی میشه الان باید یک حدسایی بزنید که این پی یه ربطی به این محیط دایره من داره خب که یه پی توش هست ولی من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم اما این هست خب و اگر من بیام به جای یک سیم چند لایه سیم رو اینجا دور هم بکشم یعنی حالا من اینجا الان سخت برام بکشم مثلا فرض کنید این به جای یک لایه سیم مثلا بود قاطی شد اگر به جای یک لایه سیم مثلا بود دو لایه سیم یا مثلا پنج لایه سیم در این صورت این میدان یک ان هم اینجا که این تعداد دورهای پیچ است خب پس اگر به من بگن یک پیچه ای داریم که این پیچه مثلا پنج دور سیم هست و جریان داخلش دو آمپر هست و شعاعش مثلا هست یک متر به من بگن میدان رو در مرکزش به دست بیار میگم خب خیلی راحت میدان میشه میوسف دوم ضرب در پنج ضرب در دو تقسیم برای یک درسته شما واحد هارم بذارید حتما من الان برای سرعت نمیذارم این هم که از دو زب در ده به توان منفی هفت که دو با دو ساده میشه این در مجموع میشه ده ضرب در ده به توان منفی هفت میشه ده به توان منفی شیش تسلا میدانی که وسط این پیچه من خب من یک شکل هم میخوام براتون بیارم که این شکل یه خورده دقیقتر به شما نشون میده یک پیچه چه شکلی هست و جهت میدان در اون بر کدوم راستا هست این شکلی است که من میخوام بهتون نشون بدم ببینید این الان یک پیچه است این قانون دست راست هست برای محاسبه جریان جهت میدان مقناطیسی در پیچه که الان میبینید شست رو بگیرم در جهت جریان میدان به سمت خارج میشه یا در این شکل سمت راست هم میتونید این رو دقیقا سمت چپ این رو دقیقا ببینید و این میدان در مرکز پیچ ما اندازش رو میتونیم اینجوری حساب بکنیم در نقاط دیگه پیچه کار سختی داریم ولی اگر تعداد دورها خیلی زیاد باشه میتونیم تقریبا همه اینها رو با هم برابر فرض کنیم خب خیلی هم خوب در ویدئوی بعد میبینمتون اتون